درود میفرستم خدمت شما بینندگان عزیز. یک سوال بسیار مهم میخوام از شما عزیزان بپرسم، حتما حتما به این سوال پاسخ بدید. مطمئنا اطلاع دارید که خطرناکترین ابزار در هر کارگاهی مینی فرز ها هستند. سوال امروز ما هم در مورد مینی فرز هست. در هنگام برشکاری با مینی فرز دقت بکنید، فقط برشکاری، عملیات سابزنی یا عملیات لایه برداری با فرچای سیمی رو در نظر نگیرید، فقط عملیات برشکاری. ما باید پشت دستگاه قرار بگیریم یا در کنار دستگاه؟ این سوال بسیار مهمیه، حتما داخل کامنت ها جواب بدید، دوستان خودتون هم تگ بکنید تا دوستانتون هم به این سوال پاسخ بدن. اما دو نکته در نظر بگیرید برای پاسخ دادن. اول اینکه حدود شاید بیش از 90% از استادکارهایی که داخل ایران کار میکنن این گارد محافظ رو هنگام برشکاری نمیبندن و اکثرا مینی فرز یا فرزهاشون گارد محافظ نداره. دومین نکته که باید در نظر بگیرید برای پاسخ، قانون اینرسی هست. مبحث اینرسی رو دیگه اکثر دوستان حداقل دیپلم رو دارن و مبحث اینرسی رو همه در داخل دبیرستان خوندن. این دو نکته رو در نظر بگیرید، وجود یا عدم وجود گارد محافظ و همینطور قانون اینرسی، و به این سوال پاسخ بدید. یه استیل بار به من بدید. مرسی. دقتاً بکنید هنگام برشکاری با استیل بار یا صفحه آهن بر، صفحه برش رو باید به این صورت ببندید، یعنی واشر فلزی باید به قسمت پشت باشه. اینو فراموش نکنید. متاسفانه همچنان دوستان زیادی دارن پیام میدن که نخیر، ما مدت هاست که مثلا از این سمت میبندیم و مشکلی پیش نیومده. این دوستان در نظر نمیگیرن که اتفاق فقط یک بار میفته. این مسائل رو در نظر بگیرید و به سوال جواب.